با سلام، من کوروش پارسا هستم. این برنامه پنجم کانال تلگرام جمهوری ایرانی هستش. در برنامه امروز مهمان ما آقای دکتر مهمنش هستند. ایشون 52 سال سابقه فعالیت سیاسی دارند، دکترای فیزیکشون رو دریافت کردند و همچنین از اعضای هیئت اجرایی سیاسی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج کشور هستند. آقای مهمنش، خوش اومدید. من هم سلام میکنم خدمت شما و بینندگان محترم و امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم. آقای مهمنش، شما اوضاع احوال ایران رو در حال حاضر چجوری میبینین؟ با توجه به خیزش دی و تداوم این خیزش ها، اعتراضات پراکنده و تداوم زنجیره‌ای این خیزش ها، بعد به اصطلاح اعتصاب های معلمان، کامیونداران و بخش های مختلف جامعه و حالا کارگران هفت تپه، نظرتون چی هستش؟ آیا توان سرکوب حکومت در حال افزایش یا در حال کاهش هستش؟ مرسی. من اولا بگم که به نظر من سرنوشت جمهوری اسلامی و بعد از 40 سال که این حکومت در ایران حکمرانی میکنه، متوجه شدن همه مردم و روشن شده که بیش از همیشه روشن شده که اینها قادر به حل مشکلات کشور نیستند. در واقع مملکت رو رها کردند و فقط جایی که امکانات سوء استفاده و یا بهره وری دارند یک اقداماتی اون هم به نفع خودشون انجام میدن، به مردم اصلا و زندگی مردم اصلا توجهی ندارن و میبینیم که مردم هم دارن اعتراض میکنن در سراسر ایران. این اعتراض هم روز به روز داره بالاتر میگیره، از دی ماه گذشته شروع شد. متاسفانه یک گروه اصلاح طلبان تا مدت ها چنین تصور داشتن که میتونن کاری بکنن در کشور، ولیکن دیدیم که از عهده هیچ اقدام جدی برای مردم بر نیومدن. اینه که این تظاهرات و اعتصاب ها و اعتراض ها همچنان ادامه داره و میبینیم که معلمان، کارگران، مالباختگان، همونجور که فرمودین زنان، دانشجویان، همه توی این اعتراض ها شرکت دارن و بنابراین و توی خود رژیم هم آدم میبینه که صحبت هایی که میکنند همه راضی نیستند، همه مخالفت دارن. اصلا معلوم نیست کی مسئول این مملکته، کی مسئول نیست، کی پاسخگوه، کی پاسخگو نیست. هر کس که رجوع میکنی میگه من مسئول نیستم، دیگری مسئوله و این همه زمینه فراهم شده. یعنی در واقع این یه نوع فروپاشیه که داره انجام میگیره و در این شرایط باید که نیروهای سیاسی فکر آینده رو بکنن و سعی کنن که یک آلترناتیو و یک راه آلترناتیو درستی جلوی مردم، پای مردم بگذارن و پیشنهادات به مردم بدن. به نظر من جنبش مدنی در ایران داره به خوبی پیش میره و روز به روز قدرت بیشتری میگیره. این قدرت سرکوبی هم که رژیم داره در واقع داره استفاده میکنه از این، بیشتر این روزها با این قدرت استفاده از قدرتش داره در واقع از قدرت خودش کم میکنه. یعنی نشون میده که قدرت حل مشکلات رو نداره و مجبوره که به زور و فشار علیه مردم دستاویز بشه و نمیتونه مسائل رو حل کنه و این خودش تشدید میکنه اعتراض و اعتصاب. خب به نظر میاد، خب من سوال دوم منو بخشن شما جواب دادین. این بحران های مختلفی که نظام جمهوری اسلامی باهاش مواجه هست، شما این رو به نظر میاد لاینحل در درون نظام میبینین و اشاره داشتین به شکست اصلاح طلبان و فکر میکنین که به نظر میرسه آلترناتیوی رو باید تشکیل داد
و این آلترناتیو در واقع نیرومند میتونه، یک خلای این چنینی وجود داره میتونه به اصطلاح راه رو باز بکنه. یعنی سوال بعدی من این بود که راه برون رفت از این بحران چی هستش، که البته شما میتونین دوباره اگه خواستین این رو مطرح بکنین، ولی فکر کنم از فهوای کلام شما، بحث شما در جواب به سوال اول، شما بخشن این رو جواب دادین، ولی بفرمایید. ببینید، من برخلاف بسیاری از افرادی که فکر میکنن، یه مدتی من همین فکر رو داشتم، تصور میکردم که راه حل ارائه یک آلترناتیو همکاری نیروهای سیاسی با هم دیگه. منتها تجربیات سال 57 و رفتار گروه های مختلف سیاسی رو که آدم در نظر میگیره، میبینیم که متاسفانه علارغم ادعا که همه میگن ما دموکراسی میخوایم، خیلی ها دموکراسی نمیخوان. یعنی دموکراسی رو به عنوان یک شعار استفاده میکنن، ولی مدل فکریشون، مثلا الگوشون، مثلا رضاشاه یا محمد رضاشاه که خب دیکتاتور بودن. وقتی مدل فکری آدم رضاشاه باشه، محمد رضاشاه باشه یا خمینی باشه، مسلما دموکرات نیست. یعنی یه جایی اون وقت با این دوستان که صحبت میکنیم، با این هموطنان که صحبت میکنیم، قشنگ میگن که آره باید یه دیکتاتوری بیاد و این بدون دیکتاتور نمیشه، فلان فلان فلان، آخر سر این نتیجه رو میگیرن. بنابراین ما باید با نیروهای، ما فقط میتونیم نیروهایی که دموکراتن و برای دموکراسی در ایران مبارزه میکنن، اینها فقط میتونن با نیروهای دموکرات همکاری کنن. یعنی فقط نیروهای دموکراتن که میتونن دموکراسی بیارن. اما این به معنای این نیست که گروه‌های سیاسی که هستن در جامعه ایران بیان حالا به شدت علیه همدیگه بجنگن و دعوا کنن و غیره. نه، نظرات مختلفی هست. ممکنه اونها فکر کنن که دیگران سیاسی نیستن، وارد نیستن، دموکرات نیستن یا هر چی که فکر میکنن. منتها باید به نظر من سر نقشه راه میشه توافق کرد. نقشه راه هم این که برای مثال دوران گذار، اگر که وقتی که پیش میاد چه، اونجا روشی رو در پیش بگیریم و بعد از این دوران، در دوران گذار چه اقداماتی انجام بگیره. یکی از این مسائل همین دوران گذاره که در این دوران گذار باید یک نیرویی که مورد اعتماد تمامی جامعه باشه و همه جامعه، نه فقط گروه های خاص سیاسی، کسانی که پای دعوای سیاسی نبودند و الان تو این مبارزات مدنی شرکت دارن، بهترین افراد هستند که میتونن که در آینده در دوران گذار هدایت و اداری دوران گذار رو به عهده بگیرن و بعد سعی بشه که، یعنی سعی که نباید، وظیفه‌شون این باشه که در دوران گذار یک انتخابات آزاد برای تشکیل مجلس مؤسسان برگزار کنن. مجلس مؤسسانی که حقوق همه اعضای جامعه رو از هر طرف که هستند با هم دیگه در نظر بگیره و فعالیت گروه های سیاسی به خصوص تو اون دوران شدید میشه، لازمه که بیان با هم دیگه اتحادهای خیلی قوی درست کنن و وایسن برای اینکه یک قانون اساسی دموکراتیک و درستی ما اونجا داشته باشیم. این مجلس مؤسسان که میگم، این چیزی که باید در اونجا هر هیئتی که اداره میکنه کشور رو پای دعوا نباشه و حقوق همه اونجا رعایت بشه، همه گروه های سیاسی بتونن اونجا شرکت کنن و جامعه بسنجه ببینه که چه نیروهایی چقدر رأی دارن و چیکار میتونن. به قانون اساسی ولی باید دموکراتیک باشه. در این فکر نمی کنم کسی حرفی داشته باشه. بنابراین نتیجه میگیرم که اتحاد همه نیروهای سیاسی
برای انجام این عبور از جمهوری اسلامی نه به نظر من ممکنه و نه لازمه. این گروه هایی باید همکاری کنن با هم دیگه، مثل الان گروه هایی که طرفدار دموکراسی و جمهوری هستند دارن با هم دیگه چند تا چهار تا گروه همکاری میکنن، اینها با هم دیگه همکاری کنن و گروه های دیگه هم که نظرات دیگری دارن با هم همکاری کنن و بعد در دوران انتخاب، دوران گذار، اونجا سعی بشه که با رعایت حقوق همدیگه همه تو اون انتخابات آزاد شرکت کنن. این فکری من فکر کنم که این عملی خواهد بود اگر که واقعا همه به این اصول دموکراتیک پایبندی خودشون رو اعلام کنن. بله، نه خیلی ممنون. خب به هر صورت شما خیلی وسیعا به دوران تا عبور از جمهوری اسلامی و بعد از عبور جمهوری اسلامی و تا تشکیل مجلس مؤسسان رو و انتخابات مجلس مؤسسان رو مطرح کردین. خب طبعا یک سوال کناری دارم که این انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود طبعا و با حضور همه احزاب سیاسی و جریانات مختلف، من جمله احزابی که به اصطلاح طرفدار دموکراسی نیستند شاید، و خب طبعا در فردای ایران خب اگر ترکیب مجلس مؤسسان طوری باشه که مثلا تمام اجزای اون قانون اساسی به قول شما دموکراتیک نباشه، درباره اون چه چاره ای اندیشیدید؟ آیا فکر میکنید که قابل قبول هست یا اینکه نه این قابل قبول نخواهد؟ به هر صورت اگر ما دست مردم بدیم که باید بدیم و فصل و خطاب مردم باشن و از توی انتخابات این بیاد بیرون، آیا به هر صورت این خطرات هم وجود داره؟ بخصوص اینکه خب اگر برفرض شخص ناموری در آینده سرلیست بخشی از انتخابات بشه و از شهرستان ها و شهرهای مختلف افراد زیادی که ممکن اصلا نگاه دموکراتیکی که شما دارین مطرح میکنین به قضیه نداشته باشن، یک به اصطلاح چالشی در مقابل نیروهای دموکراسی خواه خواهد بود. نظرتون چی هستش؟ آیا تمهیداتی در این مورد شما اندیشه این یعنی که همین به سر رقابت از الان تا اونجا خودش در واقع چاره راه هستش؟ دقیقا همینطوره. یعنی ما باید بدونیم که راهی نداریم. وقتی که مردم یه چیزی رو بخوان، اون خواست مردمه و ما باید بهش تمکین کنیم. منتها باید توجه کنیم اون هر حکومتی که حقوقشو و مشروعیتشو از یک نهاد قدرتمند پارلمانی میگیره و مجبوره که به خواست اون نهاد گردن بگذاره، و اون نهادم امیدوارم که واقعا مردم ایران و سیاسیون ایران اونقدر رشد کرده باشن که بدونن که در واقع حقوق خودشون رو محدود میکنن اگر که تو این مجلس بیان قوانین غیر دموکراتیک تنظیم و اجرا بکنن. بعد باید ما کارو ساده نگیریم، باید کوشش کنیم در عرض این مدت که تا اون موقع هست سعی کنیم که راه درست رو پیش پای مردم بگذاریم، مردم رو قانع کنیم که تنها راه سعادت و دست یافتن به پیشرفت و ترقی و رفاه به وجود آمدن دموکراسی. تا دموکراسی نباشه تو مملکت آزادی به وجود نمیاد. تا دموکراسی نباشه این همه ایرانی که از ایران رفتن خیلی هاشون نخواهند اومد. تا دموکراسی نباشه سرمایه گذاری نخواهد شد. تا حقوق و آزادی ها رعایت نشه و قانون حاکم نباشه، کسی مملکت روی رفاه و آسایش رو نخواهد دید. اینها رو ما باید برای مردم روشن بکنیم و سعی بکنیم که مردم واقعا اون خواستهایی که نیروهای دموکرات و آزادی خواه و جمهوری خواه به نظر من دارن، اونها رو مطرح بکنیم. مسئله جمهوری برای من قبل بعد از دموکراسی، دموکراسی اول پیش از جمهوری مهمه، و جمهوری به این خاطر طرفدار جمهوری هم که
در ایران سلطنت یک مسئله فردی و موروثیه، هم موروثیه و هم فردی. در نتیجه با یک جمهوری دموکراتیک، جمهوری که بر اساس دموکراسی باشه، ما باید بر این مسئله فائق بیایم و بتونیم یک حکومتی داشته باشیم که از رأس تا ذیل اون پاسخگو باشن. کسی نباشه که بیاد هر کاری میخواد بکنه و بعداً بگن آقا ایشون مسئولم نیست. بله، خیلی ممنون. آقای دکتر مهمن، شما به اصطلاح وضعیت جمهوری خواهان رو به طور کلی با توجه به اینکه دموکراسی و جمهوری رو مطرح کردین، وضعیت نیروهای جمهوری خواه و امکان به اصطلاح با وجود اومدن یک ائتلاف یا اتحادی رو بین این نیروها چطوری ارزیابی میکنید؟ ببینید، اول از همه مسئله این مطرح میشه که چه اصول فکری این گروه های مختلف اجتماعی دارن. به نظر من گروه های جمهوری خواهان و گروه های دموکرات و جمهوری خواه که چند تاشون هم الان دارن با هم دیگه همکاری میکنن، اینها پایه های فکری خیلی خیلی روشن و دقیقی رو ارائه میدن. یعنی برای همه روشنه که آقا ما دموکراسی میخوایم، ما یک حکومتی میخوایم که پاسخگو باشه و ایران تمام چیزهای دیگر رو آزمایش کرده. بنابراین اگر این گروه ها، این جریانات درست کار بکنن و با مردم رو قانع بکنن، مردم رو روشن بکنن که این خواست، این هدف، هدف درستیه، مسلماً شانسش هم خواهند داشت که موفقیت پیدا بکنن، موفقیت داشته باشن و پیروز از این دوران سخت بیرون بیان. ما باید با همون رفتار سیاسی درست، باید با ارتباط درست با هم دیگه و با پیشنهادات درست، برخورد درست به مشکلات سعی کنیم مسائل رو حل بکنیم. من فکر میکنم که این گروه هایی که الان هستند و امیدوارم گروه های دیگه هم باشن که بپیوندن به این همکاری ها، بتونند اینها راه حل های دموکراتیک، راه حل های اصولی برای مشکلات کشور ارائه بدن و میتونن اگر که واقعا کوشش بشه که یه نوع پراگماتیسمی در عملم به کار ببرند، حتما موفق خواهند شد. خب بسیار خوب. این گروه هایی که مطرح میکنیم فکر کنم سازمان های حزب چپ ایران، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج کشور و همبستگی جمهوری خواهان و اتحاد جمهوری خواهان هستن که برای اطلاع بینندگان چندین بیانیه مشترک در عرض 5-6 ماه گذشته دادن و منظورتون در واقع گسترش اون همکاری ها هستش، اگه اشتباه نکنم، درسته؟ بله. و یک مقدار حالا برگردیم به داخل کشور، وضعیت جبهه ملی ایران رو در داخل کشور شما چطوری ارزیابی میکنید؟ ببینید، در واقع جبهه ملی و دکتر مصدق، خب 70 سال پیش دکتر مصدق یک روش کاری رو به جامعه پیشنهاد کرد که هنوز هم که هنوزه اکتوالیته خودشو داره، تازگی خودشو داره. چرا؟ چون که اون اهداف هنوز تحقق پیدا نکرده. آزادی، دموکراسی و حاکمیت مردم هنوز حاکم نشده. و در عرض این مدت 70 سال هم میبینیم که بسیاری از شخصیت‌های ملی اومدن، مثل دکتر صدیقی، دکتر بختیار و افراد دیگه‌ای که ملی بودن، اینها اومدن و سر این به تفکر کار شده و پیشرفت‌های حاصل شده. اینه که این طرز فکر، طرز تفکر و این جریان سیاسی در واقع تکلیفش روشنه با مردم، با خط خودش و پایه‌های فکریش هم خیلی دقیقه و روشنه و راه حل‌های درستی ارائه میده. از نظر تشکیلاتی مسلماً اینجوریه که در داخل کشور واقعیت اینه که می‌دونیم که اجازه حتی نمیدن که جبهه ملی ایران جلسات خودشو
به طور مرتب جلسات شورای مرکزی خودش رو به طور مرتب برگزار کنه. خب این خیلی صدمه میزنه، خیلی مشکل میکنه کار رو. ولی با این همه ما شاهدیم که جبهه ملی ایران یک سازمان فعال در عرض این مدت. شما نگاه بکنید در مورد بسیاری بسیاری از وقایع تاریخی مرتبا نظر داده، در مورد مسائل و مشکلات جامعه نظر داده. همین اواخر جبهه ملی ایران پیشنهاد، یعنی خواستار اینکه یک گرد همایی داشته باشه رو داد و بعد از اون مخالفت شد. بعد از اون جبهه ملی به جمهوری اسلام، جبهه ملی ایران به جمهوری اسلامی پیشنهاد داد که بیاد و حقوق مردم رو رعایت کنه، با مردم آشتی کنه و یک انتخابات آزاد برای مجلس مؤسسان، نه تحت حکومت این جمهوری اسلامی بلکه تحت به اصطلاح اداره افرادی که مورد معتمدان جامعه هستند، مورد اعتماد جامعه هستند. و خب بخش بزرگی از این معتمدان جامعه کیا هستند؟ همین سران جنبش مدنی هستند، وکلا هستند، رهبران کارگری هستند، رهبران معلما هستند. اینهایی هستند که خانومهایی هستند که برای این جریانات مبارزه کردن، اینهایی هستند که برای حقوق خودشون و حقوق مردم رفتن زندان، برای این حقوق مبارزه کردن. اینه که در این جنبش ما میبینیم که در واقع راه حل این جنبش هم همین مبارزان هستند و معتمدان جامعه هم بیان تحت نظر این معتمدان جامعه بیاد، اون وقت انتخابات آزاد صورت بگیره و برای تشکیل یک مجلس مؤسسان، که اون وقت توی اون مجلس مؤسسان باید همون روالی رو که معتقدیم برای انتخاباتش و برای جریانات دیگرش، همه این روالی که صحبت کردم قبلا در موردش رعایت بشه، یعنی حقوق همه رعایت بشه و سعی کنن که همه گروه ها و احزاب سیاسی با حقوق مساوی بتونن در اون شرکت بکنن. و ما این اواخر حتما این سوال رو میخواییم بکنید در مورد کسانی که به عنوان جبهه ملی ششم از جبهه ملی ایران جدا شدن. والا من هرچی تفحص کردم و خوندم که ببینم علت جدایی این افراد چی هستش، چیزی ندیدم. یعنی که واقعا روشن نیست و چه کاری رو، مضافاً این که دو نفر از این افراد خودشون در یکیشون در هیئت رهبری جبهه ملی انتخاب شده بوده و دیگری در هیئت اجراییش و ندیدم که اصولاً چه حرفی دارن، میخوان حالا چیکار بکنن که مثلا تو جبهه ملی نمیتونستن انجام بدن، اونم تو مسئولیت هایی که بودن. بنابراین اولا این روشن نیست. دوبا من یه نکته رو خدمتون عرض بکنم و اونم اینه که متاسفانه شرایط کشور، خفقانی که بوده، باعث شده که بسیاری از کسانی که تو فعالیت های سیاسی هستن غیر تشکیلاتی هستن، یعنی کارهایی که میکنن اصلا بدون ارتباط با تشکیلات. مثلا آقای زعیم یا دوستانش بلند می شدن قبل از این هم بدون اینکه صحبت کرده باشن به نام جبهه ملی، بدون اینکه مسئول باشن به نام جبهه ملی اعلامیه می دادن. خب این اصلا هر تشکیلاتی باشه واقعا نمیتونه تحمل کنه. و چقدر این دوستان ما در ایران سعی صدر نشون دادن که تحمل کردن، هیچی نگفتن، باز هم این آقایون رفتن به نام جبهه ملی نظرات شخصی خودشون رو ارائه میدادن. وقتی یک سازمانی هیئت اجرایی داره، یک سازمانی رئیس شورای مرکزی داره، اون سازمان توسط ارگانهاش نظراتش رو ابراز میکنه. اگر کسی هم نظری داره باید با اونها در میون بذاره، سعی کنه اینو بکنه نظر جمع، بعدن وقت نظرش منتشر میشه. ولی اینا این کارا رو نمیکردن. الان هم واقعیت اینه که این کسانی که من اسامیشون رو خوندم، خیلی هاشون به خط، اصلا به خط جبهه ملی اعتقاد ندارن. ببینید خط جبهه ملی چیزی کاملا مشخصه، سکولاریسم، جدایی،
عدم پذیرش هر گونه دیکتاتوری و کسانی که خب میرن توی انتخابات جمهوری اسلامی شرکت میکنن، علی رغم اینکه تشکیلات جبهه ملی مخالف این حرفه، یا اینکه میان میخوان جمهوری اسلامی رو نصیحت بکنن یا امثال هم، یا اینکه میرن با کسانی که مخالف جبهه ملی هستن، در همه سطوح هم نشون دادن همکاری میکنن، اینها به نظر من خب جبهه ملی واقعیت اینه که نیستن. حالا کی جدا بشن و مسئله خودشونه، و اینا به این ترتیب به طور طبیعی جدا شدن، حالا این مسئله خودشون. امیدوارم در اهدافی که دارن ایشونا اینا موفق باشن. و یه نکته هم بگم، و اون این که خیلی ها تصور میکنن که با تقویت این گروه ها میتونن، معذرت میخوام، میتونن اینو باید قطعش کنم، میتونن با تقویت این گروه ها میتونن یک طرفی میبندن، یه همچین گروه هایی که مخالف جبهه ملی هست. این گروه هم خب میرن سراغ اونایی که میدونن که اینها با جبهه ملی مخالفن. یعنی یک اینجا چیزی به وجود اومده در واقع در طبیعت بهش یه اسم خاصی داره، این دوتا هم دیگر رو میخوان تقویت کنن، ولی به نظر من هر جفتشون اشتباه میکنن و صدمه میزنن به مبارزات جبهه ملی و مبارزات دموکراتیک مردم ایران. و من فکر میکنم که جبهه ملی راه درستی رو داره پیش میده در ایران و امیدوارم که به همین راهش ادامه بده. من خب فکر کنم شما حدستون درست بود، من در مورد همین میخواستم پرسجو بشم و سوال بکنم. خب طبعا توضیح دادید اختلافات تشکیلاتی وجود داشته، شرایط هم به هر صورت شرایط خفقان هستش و مشکلی که به قول شما جلسات حتی شورای مرکزی یا رهبری به سادگی انجام بشه. غیر از اون فکر میکنیم که این واگرایی که صورت گرفته و دو جریان نسبتا منسجم با وجود اومدن، این در مجموع تقویت میکنه و کمک میکنه، یا اینکه مثلا ضربه میزنه به کل جنبش؟ راستش من فکر میکنم که تقویت میکنه، برای اینکه برخلاف اون چیزی که اول به نظر میاد، برای اینکه یه سری افراد هستن فکر میکنن که خیلی کارهای عجیب غریبی میتونن بکنن که دیگران نمیکردن، و یا لاقل چنین تصوری رو برای یه عده‌ای به وجود میارن، و خوبه که خودشون ببینن چه کار میتونن بکنن و اون کارهایی که میتونن بکنن بکنن. حالا یه عده دوست دارن تشکیلاتی کار کنن، یعنی یه سری تشکیلات جبهه ملی ایران نمیتونه غیر تشکیلاتی کار کنه، اونا تشکیلاتی دارن کار میکنن و رعایت میکنن نظرات جمع رو، نظرات رأیی که اعضا میدن، و این دوستان میتونن هر جوری دیگه خودشون دلشون میخواد کار کنن، میتونن هر کی رو میخوان بذارن رهبر خودشون، رئیس خودشون، کارهای خودشونو بکنن. من فکر نمی کنم که این صدمه اساسی به کار بزنه، کوتاه مدت ممکنه یه مقداری مشغول کنه، ولی در دراز مدت اگر که اینها راه درستی داشته باشن و حرفهای خوبی بزنن و کار خوبی بکنن، چرا نکنن اونا بکنن کارشونو انجام بدن، منتها بذارن جبهه ملی فعالیتشو بکنه. بعضی از ناظران، من تحلیل‌های متفاوتی رو که دیدم، مطرح میکنن که خب یک زاویه سیاسی هم وجود داره. البته شما هم در فحوای کلامتون گفتین که معتقد نبودین که مشی که برخی از دوستانی که جدا شدن دنبال میکنن مش قالب جبهه ملی بود. چه بسا بعضی ها مطرح میکنن که من از یکی از دوستان در یکی از ایمیل لیستا دیدم که مطرح میکردن که مثل جبهه ملی ششم شاید بیشتر به شورای مدیریت گذار نزدیک است. آیا شما هم همچین به اصطلاح برداشتی دارین و ارزیابی دارین، یا اینکه نه؟ البته به طور کلی من فکر می‌کنم یک گوناگونی در کل جنبش وجود داره و اون خیلی طبیعی هستش، فقط از لحاظ محض اطلاع به اصطلاح بینندگان که آیا اونها به نظر میرسه که اونور بیشتر متمایل هستن، یا اینکه نه همچین چیزی هنوز شکل نگرفته و بیشتر حدس و گمان این دوستان هستش.
من واقعیت اینه که اصلا طرز تفکر این دوستان برای من شخصا، من با تمام مدت هم دنبال کردم، شما میدونید من خیلی شب و روز دنبال این جریانات هستم، مطالعه کنم و به هر حال ما از نظر تشکیلاتی و سیاسی هم داریم سر و کار داریم با این جریان، ولی واقعا نمیدونم که نظر درست اینا چیه. آیا نظرشون اینه که باید رفت تو انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کرد، باید با جمهوری اسلامی کنار اومد، باید یه جوری به اصطلاح راه رو راه همکاری اینا رو نصیحت کرد که به راه درست برن، یا اینکه باید رفتش با آقای نوری علا و سلطنت طلبا و دیگران همکاری کرد؟ یعنی این واقعا برای من روشن نیست. من میبینم که هم آقای به اصطلاح گروه آقای نوری علا میره با اینا همکاری میکنه، هم آقای سلطنت طلبا خوششون میاد از اینکه این ایشون این گروه علیه جبهه ملی ان موضع میگیرن و هی یه چیزایی علیه جبهه ملی ایران میگن، و هم اینکه در جمهوری اسلامی هم آدم میبینه که خب این آقایون خیلی حالت نصیحت و شما صحبت‌های آقای باوند رو نگاه کنید، بدون تعارف صحبت کنید، صحبت‌های آقای باوند رو نگاه کنید، هیچ تفاوت زیادی من با نظرات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درش نمیبینم. من دارم واقعا صادقانه میگم، نه اینکه بخوام به ایشون برخورد بدی داشته باشم یا توهین کنم، من واقعا اینجوریه. برای من روشن نیست نظر قطعی این آقایون چیه، همونجورم به همین خاطرم گفتم اصلا برای من روشن نیست برای چی جدا میشن و دلایلی که ارائه میدن. اگه میخوان شما منشور حقوق بشر بیرون بدین، اصلا جبهه ملی خودش منشور حقوق بشره، یه منشور حقوق بشر که آدم جدا نمیشه که بخواد انتشار بده. بنابراین حرفایی که میزنن بیشتر حکایت از این داره که اصولا برای کار جمعی اعتقاد بید، کار جمعی و تشکیلاتی اعتقادی ندارن و میخوان بیشتر برن سراغ کار فردی. اگر هم اینجوری، خب این هم به نفعه، برای اینکه این افراد میتونن فردی کار کنن، اگر هم قابلیتاشون رو نشون بدن خیلی هم خوبه برای جامعه، میتونید مردم نگاه کنن اگه قابلیتی دیدن خب برن پشتیبانی کنن. من تصور نمی کنم کار فردی امروز در شرایط امروز ایران مؤثر باشه. فرد، ما این همه فرد داریم در جنبش سیاسیمون، شما خودتون بهتر از من میدونید، چیزی که کم داریم تشکلای سیاسی هم، تشکلای سیاسی لازمه که اینها بشینن با هم دیگه فکر کنن، راه حل پیدا بکنن، با هم بحث کنن، مشورت کنن و بعد به جامعه یه چیزی بگن که پاشن وایسن، نه اینکه امروز من بیام یه چیزی بگم، فردا یه چیز دیگه بگم، پس فردا یه چیز دیگه بگم. اینها در واقع مشکلات مردم ایران رو حل نمیکنه. برای همین حرفی که جبهه ملی ایران میزنه و ثابت قدم رو اون حرفش، اونه که تأثیر گذاشته، اونه که این اواخر واقعا پشتیبانی خیلی ها رو جلب کرده و من امیدوارم که این حرکت ادامه پیدا کنه و ما کوششمون رو تمام خواهیم کرد که این حرکت ادامه پیدا بکنه و موفق بشه. آقای دکتر میمن خیلی ممنون. با اینکه سوالات زیادی هست و امیدوارم در دوره‌های بعدی دوباره شما رو با خودمون داشته باشیم، به خصوص بعد از اینکه به اصطلاح همکاری‌های شما با جریانات دیگه در شکل به اصطلاح حالت قوی‌تری قرار گرفت و به اصطلاح نمود بیرونی بیشتری داشت، از شما دعوت خواهیم کرد و در ضمن سوالات بسیار زیادی در مورد خود این گفتگویی که داشتیم هست، ولی متاسفانه به پایان وقتمون رسیدیم و میخواستم دوباره از شما تشکر کنم. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و در این برنامه شرکت کردین. خیلی ممنون از شما که این برنامه رو ترتیب شدید.